بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز و محترم شبکه های جهانی امام حسین علیه السلام و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم، وقت شما به خیر، عزاداری هاتون قبول باشه. الحمدلله رب العالمین، امروز به رسم روزهای چهارشنبه این توفیق رو داریم که در خدمت شما باشیم با آیتم مهدویت و در خدمت حضرت حجت الاسلام شیخ قاسم رجبیان کارشناس محترم برنامه باشیم، ان شاء الله بتونیم بهترین ها رو خدمت شما بزرگواران از شهر مقدس کربلا، استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و در همجواری با حرم مطهر آقا سید و شهدا سلام الله علیه خدمت شما تقدیم بکنیم. و اجازه بدید بنده به نیابت از شما خدمت کارشناس محترم برنامه استاد رجبیان عرض سلامی داشته باشم، ایشون هم با شما سلام علیکی داشته باشن و بعد موضوع برنامه رو مطرح بکنیم و انشاءالله استفاده بکنیم از بیاناتشون. جناب استاد سلام علیکم، به استودیوی بین الحرمین خوش اومدید. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم هر دو شبکه عرض سلام دارم، انشاءالله که عزاداری هاشون مورد قبول حق تعالی واقع شده باشه. من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. ممنونم، متشکرم. عزیزان بیننده، قبل از فتره و شروع ماه محرم و الحرام، در ارتباط با اینکه لزوم اینکه ما توجه به آقا امام زمان داشته باشیم اصلا چی هست، جناب استاد رجبیان با توجه به اینکه داشتیم به محرم الحرام نزدیک می شدیم، گوشه از ارتباط و وضعیت عاشورا و آقا سید و شهدا و آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برا ما صحبت هایی کردن که قطعا بیننده بودید و توجه پیدا کردید انشاءالله. امروز میخوایم ما این ادامه بحث رو داشته باشیم و از جناب استاد خواهش بکنیم ارتباط جریان امام حسین علیه السلام با مهدویت و تشکیکاتی که شیطان بر اقامه عزاداری برای آقا سید الشهدا سلام الله علیه و اعوانش انجام میدن، با اینها به چه صورت باید برخورد باشه. جناب استاد، ما در خدمت شما هستیم، ان شاء الله ادامه بحثتون رو بشنویم. خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته جریان مهدویت با جریان حضرت سید الشهدا گره و پیوندی خورده که اون گره و پیوند خود خدای تعالی انجام داده، چون خدای تعالی در اول خلقت مشیتی داشت از این خلقت که منافقین صدر اسلام اون رو به هم زدند، و بارها هم عرض شده که مشیت خدای تعالی در دنیا، بنای خدای تعالی در دنیا اینه که همه چیز طبیعی پیش بره، معجزه وار نباشه. به خاطر اینکه خدای تعالی اون مشیتی رو که از اول داشت اجرا کنه توسط امام عجل الله تعالی فرجه الشریف اجرا خواهد کرد، که جمیع ادیان و مذاهب نیز به یک منجی که در آخر الزمان میاد و دنیا رو سر و سامون میده معتقدن و نوشتن و فعالیت میکنن، و عرضم شد که حتی بعضی از ادیان مبلغ میفرسته به کشورهای مختلف حتی. اما شیطان که در
قرآن می‌فرمایند که تا وقت معلوم به او مهلت داده شد و این وقت معلوم در تفاسیر به لحظه ظهور موفور السرور آقا صاحب الزمان تفسیر شده، خب طبیعی است که جلوی این حرکت مبارک رو بگیره. شیطان نمیخواد که عمر نحسش تمام بشه، جلوی این حرکت مبارک رو میگیره، یه حربه بزرگ، یعنی شیطان حربه های مختلفی داره، یکی از حربه های بزرگ شیطان همین تشکیکه، تشکیک همواره. و در جریان حضرت سید الشهدا هم امر به تشکیک کرده، همونجوری که از روایات برمیاد. این تشکیک در همه امور شیطان داره. همیشه هم اینجوری نیست که شیطان بیاد امر به فحشا کنه، نه، گاهی اوقات خیلی مقدس مآبانه جلو میاد. شیطان در روایت داریم در هیکل و شمایل یک پیرمرد زاهد میره خدمت حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم با اون عظمت و نبوت و رسالتی که دارن و به حضرت ابراهیم عرض میکنه که بگو لا اله الا الله، اینجوری. این شیطانه. شیطان رو نباید دست کم گرفت و فکر کرد که شیطان مثلا اگه بیاد تحریک به فحشا، نه، شیطان از راه مقدس مآبانه گاهی میاد جلو. در مسئله غیبت آقا صاحب الزمان علیه السلام، شما میدونید بعضی از انبیا غیبت داشتن. وقتی که امتشون قدر نشناسی میکردن بنابه خواسته خدای تعالی، بعضن به غیبت رفتن. داریم بعضن انبیایی که به غیبت رفتن. خب همون جور وقتی که مردم قدر نعمت ولایت و امامتی که بزرگترین نعمت مادی و معنوی است برای مردم ندانستن، مشیت خدای تعالی به غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شد. یعنی بینندگان عزیز توجه داشته باشن، این نبوده که از اول خلقت خدای تعالی میخواست که 12 امام و 14 معصوم به غیبت برود، نه، این نمیخواست خدای تعالی، این ما بودیم که با اعمالمون کاری کردیم که این آقا بنابه مشیت خدای تعالی به غیبت بره. خب بعضی از انبیا غیبت داشتن و در روایات اشاره شده بود که اگر مردم قدر ندانند، آخرین حجت خدای تعالی به غیبت خواهد رفت. و خب البته با پیشگویی های ما ائمه و پیغمبر اسلام و بعضی دیگه از پیغمبران پیشگویی هایی داشتن، بنابه پیشگویی هایی که داشتن فرمودن که چون قدر یعنی معلوم هم بود، شما ببینید بعد از پیغمبر چه کار کردن با حضرت علی بن ابی طالب، با امام مجتبی، با حضرت فاطمه زهرا، با حضرت سیدالشهدا، همینجور یکی اهل بیت عصمت طاهره. یعنی از این روند مشخص بود که مشیت خدای تعالی به غیبت آخرین حجت خودش خواهد پیوست. خب روایاتی از این قبیل. بعد حالا شما ببینید شیطان چطور میاد تشکیک بکنه، چطور میاد جلو. شیطان هیچ وقت نیامد اعتقاد به غیبت رو مثلا دستکاری کنه. اومد چیکار کرد؟ ما در طول تاریخ داریم که تشکیکاتی وارد میکرد. از محمد ابن حنفیه شما بگیر که یه عده چون روایات غیبت رو میدونستند قائل شدن که این محمد حنفیه اون قائم آل محمده و به غیبت رفته.
در مورد امام صادقی عده دیگه، در مورد امام کاظمی عده دیگه، تا خود حضرت عسکری، یعنی تا در مورد خود حضرت عسکری هم یه همچین افرادی پیدا شدن. اینا همه حاصل تشکیکات شیطان، تشکیک میکنه. خود این که انسان معتقد بشه مثلا قائم آل محمد محمد حنفی است، این خودش یه مفاسدی داره. یا اصلا قائل بشه امام صادق حتی، یا امام رضا است حتی، حتی می اومدن سوال میکردن، حضرت رضا هم فرمود نه، قائم آل محمد من نیستم. قائم آل محمد شروع میکرد از تعریف و تمجید و مشخصات آقا صاحب الزمان دادن به اصحاب خودشون. این تشکیک میکرد. وقتی تشکیک کرد محمد حنفی است، نه نیست، امام باقر نه نیست، حضرت صادق نه نیست، تشکیک اعتقادات افراد سست عنصر. خب خودشون سست عنصرن، خودش باعث میشد یه مقدار افراد فکر فرو برن، نکنه همین طور باشه و و این موارد به هر حال بی تأثیر نبوده. احسنتم، نه خیلی هم تشکیک یکی از حربه های بزرگ شیطانه که در جریان حضرت سید الشهدا هم داریم که تشکیک میکنن و مرجع عالی قدر هم فرمودن در سخنانی اخیرشون که از روایت فرمودن هرچه تشکیک بشه، هرچه جلوگیری بشه، این علو پیدا میکنه، بیشتر رو به فزونی است. رو به فزونی است. این این ارتباط جریان حضرت سید الشهدا علیه السلام با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی اینکه آقا صاحب الزمان وقتی که امر به قیام و انقلاب و ظهور میشه، اولین یعنی با انتقام از خون به ناحق ریخته شده حضرت سید الشهدا شروع میکنند، یعنی خدای تعالی اعلام میکنه به همه، ای شیطان، ای شیطان سیرتان، ای شیعیان، ای کسانی که شیعه هستید، ای مسلمانان، ای کسانی که مسلمانی، الا یا اهل العالم، به قول خود حضرت صاحب الزمان علیه السلام، هر کاری که شما بخواید بکنید، دوست و دشمن، موافق و مخالف، بخواید با شعیره حضرت سید الشهدا مبارزه کنید، تشکیک کنید، تعطیل کنید، محو کنید، نمیتونید. برای چی؟ برای اینکه شما تا کجا میخواید برسونید؟ منتقم، منجی، مسلح، اون آقایی که نه فقط شیعه، نه فقط مسلمین، جمیع ادیان و مذاهب معتقدن به منجی آخر الزمان و مشخصات منجی که میدن اگر کسی مطالعه کنه بالای 80% مطابق با مشخصات حضرت صاحب الزمان خودمونه، اون 20% هم به هر حال به خاطر تحریفاتی است که در دین و کتابشون شده. این آقایی که جمیع ادیان و مذاهب معتقدن که این میاد، این تا اومد اقامه شعائر حضرت سید الشهدا میکنه، اصلا با نام حضرت سید الشهدا شروع میکنه، با انتقام از خون اون حضرت شروع میکنه، هر که هر چه میخواد برادری بکنه، ما برادریمو بذاریم کنار، این اختلافات رو وقتی که آقا صاحب الزمان اومد میزنه تمام این برادری ها رو از بین میبره. وقتی انتقام گرفت دیگه برادری معنی نداره. مگه میشه ما برادر باشیم و انتقام هم آقا بیاد بگیره؟ این مشیت، این خواست خود، این گرهی است که خدای تعالی زده که به دوست و دشمن، موافق و مخالف اینو بفهمونه که شما هر کاری میخواد بکنید، این آخر، این آقایی که جمیع ادیان و مذاهب، اگه فقط یه دین بود، یه مذهب بود، میگفتیم مثلا جا دارد که تشکیک دری بشه، این روش و مسلک اون مذهبه و اون طور باید باشه. ما اگه فقط در مذهب شیعه، در دین اسلام، مذهب تشیع این مسئله اومده بود، 100% مطمئن بودیم که این امر محقق خواهد شد. منتها خب اون مسیحیه ممکن بود تشکیک کنه، ولی بودا، هندو، مسیحی، فرق مسیحی فرق مختلف، یهودی، زرتشتی، شیعه، سنی، همه معتقدن که منجی آخر الزمان میاد و منجی که معرفی کردن مشخصات آقا صاحب الزمانه و این وقتی اومد. این گرهی است که خدای تعالی داده.
هر که بخواد مبارزه کنه، این که هست الان میبینید که بدون قیام حضرت سید الشهدا، شعائر الله روز به روز و لحظه به لحظه رو به فزونی است، رو به علو شعائر الهی، شعائر اهل بیت. اما حتی اگر غیر از این بود، یعنی اگر مشیت خدای تعالی بر این نبود که علو پیدا کنه، خاموش میکردن، اصلا فراموش میشد. مثلا اگر لحظه ظهور مغفور السرور حضرت صاحب الزمان دوباره مثل یک آتش زیر خاکستر شعله ور میشد، و حال اون که مشیت خدای تعالی اینه که همیشه شعله ور بماند و رو به فزونی و علو هم باشد و بوده و میبینیم در تاریخ هست و همه دارن میبینن. تشکیک میکنه حتی در غیبت، حتی در قبلا هم عرض کردم در نواب، این زمانی که بعضی اوقات فتنه زیاد شده، خدای تعالی وقتی که ما رو فرستاد در دنیا به اهل بیت عصمت طاهر، یعنی انبیا اومدن به اهل بیت عصمت طاهر رسید، بعضی از دورانها فتنه شدید شده. مثلا در زمان حضرت علی بن ابی طالب سلام فتنه شدید بود، جریانات بعد از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. در زمان امام مجتبی همینجور، در زمان حضرت سید الشهدا فتنه به اوج خودش رسید. دیگه در یک حد مثلا خاصی موند، با اینکه در زمان تمام اهل بیت بود، خفقان بود، فتنه بود، اما خب عادی پیش رفت عادی بود. تا زمان شهادت بعد از شهادت امام عسکری دوباره فتنه بزرگی شد. مردم از زمان خلقت، یعنی اولی که خدای تعالی اینا رو فرستاد روی زمین، تو همون لحظه مستقیم با حجتشون که حالا گاهی انبیاء الهی بودن و بعد شدن اهل بیت اسم طهارت، اینا مستقیم با حجت الهی در ارتباط بودن و الان از این به بعد نیستن. این یه فتنه، این یه مشکله. بعد نوابی بود که خب آقا صاحب الزمان انتخاب کرده بود، بعد اینا هم باید ناشناس از چشم حکومت می بودن، خب چون حکومت می بود اینا رو می برد اگه می شناختندشون، هم باید معرف حضور شیعیان می بودند. اینا می فتنه سخت دیگه، چجور زندگی کنیم که حکومت نفهمه شیعیان بفهمه؟ بله، در یک زمان به دو صورت زندگی کردن. فتنه بعدی اینا همزمان، خب حالا آقای مثلا نائب اول، این از نایه امام عصره، نایب دوم، یه عده افراد شیادی که هیچ ربطی به دین و امام نداشتن، اینا اومدن خودشون رو به عنوان نواب امام معرفی کردن. امروز بعد از هزار سال یا بیش از هزار سال ما متوجهیم که این چهار نفر نایب بودن، این چند نفر هم شیاد بودن، اما اون لحظه معلوم نبود. حالا این آقای مثلا نایب اول راست میگه یا اون یکی که میگه منم، اینا میگفت من نایبم، هرچی این میگفت اونم میگفت دیگه. اینا فتنه هایی بود که برای شیعیان شد. جناب استاد عذرخواهی میکنم، اگر بحثتون ادامه داره پارت دوممون هم هست برای سوال ها، اگر امکان هست، امکانش هست نتیجه گیری بفرمایید، اگر صحبتی دارید پایانی تا انشاءالله وارد. به هر حال جنبندی این که تشکیک از نواحی شیطان همیشه بوده و یکی از بزرگترین حربه های شیطان هست، و شیطان هم یعنی اینجوری نیست که همیشه امر به فحشا و فساد کنه، گاهی مقدس معابانه جلو میاد و تشکیک میکنه، شیطان جنی و انسی. انشاءالله من این سرجمع مباحثمون باشه. من در خدمت شما هستم. ممنونم، متشکرم از حضرت عالی و از شما بینندگان عزیز محترم دو شبکه جهانی امام حسین و آقا امام عصر علیهم السلام تشکر میکنم که تا این لحظه رو با ما همراه هستید، بودید و انشاءالله خواهید بود. با همیه میان برنامه کوتاه ببینیم و
سوالهایی که شما بزرگواران از طریق شماره تماس 20964-771-6167-100 برای ما ارسال کردید در پارت دوم خدمت جناب استاد رجبیان تقدیم میشه و انشاءالله جوابها رو دریافت. پس دعوت میکنم شما رو به دیدن این میان برنامه. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه‌های جهانی امام حسین علیه السلام و آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با برنامه سلام کربلا به صورت زنده و مستقیم و پارت دوم این برنامه در ارتباط با سوال‌های امام زمانی که شما بزرگواران از طریق شماره 20964-771-6167-100 برای ما ارسال کردید و انشاءالله استاد رجبیان بعد از شنیدن سوال شما جوابگو خواهند بود. گوش دل بسپارید انشاءالله به نفع همگان خواهد. جناب استاد بار دیگه عرض سلام دارم خدمتتون و تشکر میکنم از حضورتون در استودیوی بنورحرمه. اجازه میدید سوال ها رو مطرح کنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوال رو خدمت شما تقدیم میکنم با عرض سلام خدمت شما و علیکم السلام و کارشناس محترم شبکه جهانی جناب شیخ قاسم رجبیان. آیا همه ادیان و مذاهب به ظهور امام زمان معتقد هستند؟ که الان در این برنامه جوابش رو شما فرمودید، حالا اگر میدونید یک توضیح اضافه تری هم نیاز داره. نه توضیح اضافه تر نیاز داره، ولی خب شاید مثلا بیننده همین الان تلویزیون رو روشن کرده، من دوباره تکرار میکنم. بزرگواری میفهم همه ادیان و مذاهب معتقدند که ادیان و مذاهب آسمانی به منجی آخر از زمان، کسی که در آخر از زمان میاد و دنیا رو به آرامش میرسونه. و در کتبشون که میریم یه سری مشخصات دادن برای اون شخص منجی. اگر کسی محقق باشه و مطالعه بکنه یا کرده باشه متوجه خواهد شد شاید 80 بالای 80% مشخصاتی که میدن همون مشخصاتی است که ما برای آقا صاحب الزمان داریم و حدود شاید 20% مثلا متفاوت بگویند که اون هم مربوط به تحریفاتی است که در کتبشون و ادیانشون شده. منجی میاد، آقا صاحب الزمان میاد و دنیا رو مدینه فاضله میکنه و از شر حکام اسلامی و غیر اسلامی نجات میده. اللهم عجل لولیک الفرج. و اما سوال بعد، با عرض سلام خدمت شما و علیکم السلام و کارشناس محترم استاد رجبیان، چگونه از شناخت روحمان میتوانیم به شناخت خدای تعالی برسیم؟ به هر حال روایت هم میفهمن که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که نفسش همون روحش رو بشناسه میتونه خدا رو بشناسه. به هر حال انسان به خودش توجه کنه اگر اهل تقواست. اصلا ما چند نفر رو میذاریم جلوی ذهنمون؟ یه فرد با تقوا، یه فرد بی تقوا، یه فرد معمولی، مثلا اون تقوا نداره، شیاده، نمیدونم بده، پسته، رزله، اینه همچین شخصی، شخص شریف خوب با تقوا، شخص معمولی. خب و زیر ذره بین میبریم اخلاقاشون، زندگیهاشون، توفیقاتشون، میبینیم که اون شخصی که
اهل تقواست، شریف، خدای تعالی هم بهش نظر لطف داره، اخلاقش حسنه است، بوی عطر اهل بیت از او، عطر حالا نه این عطرایه، یعنی اون اخلاق زیبایی که او داره. انسان به حال همه بینندگان براشون پیش اومده، یه کسی رو انسان میبینه، تا میبینتش حالش خوب میشه، حالمون خوبه، نشستیم یک کسی میبینیم اینقدر که این پست و رذل و بد و اخلاقای زشت در وجود، همین که میبینیمش حالمون بد میشه، اسمش میاد به هم میریزیم. این تشعشعات نکبت دارن اصلا، بعضی هم تشعشعات رحمت دارن، تو کاراشون میبینی این گرفتاره، مریضی داره، نمیدونم درد سر داره، اصلا زندگی که این میکنه خودش هم میگه. دیدی بعضی ها میگن که حیوان بهتر از ما زندگی میکنه، خب این راست هم میگن، قرآن هم تایید کرده، اولائک کالانعام بل هم از اینا از حیوان پسترن. اینجوری یعنی در اثر بعد از خدای تعالی، در اثر دوری از دین و نزدیکی به شیطان و شیطان سیرتان، اینقدر هرچه انسان فاصله بگیره از اون نقطه صراط مستقیم، از ولی خدا، از امام معصوم، از خود خدای تعالی، هی نکبت ها شروع میشه، به جایی میرسه که بعضی ها دیگه خودشون اقرار میکنن که ما اگه حیوان بودیم بهتر بود، یا حیوان بهتر. این قرآن هم صحه میذاره رو این مسئله که اگر دور شدی از دین و دیانت، اولئک کالانعام بل هم اضل. اینه. ولی اون میبینه نه، چه توفیقاتی داره، چه آرامشی داره، چه زندگی داره، چقدر آرام. این قضیه حضرت ابراهیم که در قرآن و روایات بهش اشاره شده که آتش بر او برد و سلام شد، در آتش بر او کارایی نداشت، میبینیم بعضی هستن که به واسطه تقوایی که دارن الان آتشی که دنیا رو فرا گرفته، آتش مریضی، آتش بیپولی، آتش گرفتاری های مختلف، میبینیم که بر فلانی هیچ اثری انگار نداره، چقدر آرام، چقدر با دکس داره زندگی میکنه. و این خب ببینید اینه انسان وقتی به روح توجه کنه، حالا روح خودش، روح دیگری، میتونه رب خودش رو، خدای خودش رو بشناسه که این خدای من هر که هر چقدر بهش نزدیکتر شد، راحتتر و بهتر و به قول حضرت عالی ریلکستر داره زندگی میکنه. هر که دور شد به جایی رسید که خودش نفرین خودش میکنه، اینقدر بد میشه براش، اینقدر پیچیده میشه، گره میخوره به تمام کارها، هر چه سختی و بدبختی و نکبت میریزه سر اون. مثلا ممنونم، متشکر. با توجه به این که در حدود 7 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت ندارم، عذر میخوام، ببخشید، این خیلی بجاست، این ادامه بدم. همین مردم شریف عراق، نه الان که دیگه امتحان پس داده شده هست، از همون روز اول که امتحانی داده نشده بود و ترس و خوف از بیماری هم بود، ببینید چطور اومدن و توسل کردند به حرمهای اهل بیت، و دیگه حالا مسئولینشون میگن، سایت بهداشتشون میگه، سایت های بهداشت جهانی میگه که هر وقت اینا هر چه تجمع کردن بر محور اربعین و نمیدونم مشایع کاظمیه و اینها، مریضیشون کم شد، و بعضی از کسانی هم که از دین فاصله گرفتن، میبینید چه نکبتی به اونها ببین اصلا مشخصه، یعنی من چیزی دارم میگم همین الان میشه حس کرد، اونی که در اوج کرونا پناهگاهش حرم بود و همزمان یه عده دین و حرم و همه چیز گذاشتن کنار، حالا خودتون این دو جماعت رو با هم مقایسه کنید. ممنونم. اما سوال بعد رو خدمتتون عرض کنم. با سلام و تشکر از زحمت کشان برنامه سراب کربلا، علیکم السلام، ممنونیم. با توجه به اینکه امام زمان علیه السلام به خواست خداوند برپا کننده عدل و داد و برابری در سراسر عالم می باشد، آیا در این زمان تلاش برای برقراری مساوات و عدالت در جهان کار اشتباهی می باشد؟ و اصلا این چنین وظیفه‌ای بر دوش ما انسان‌های عادی هست که در راه به تحقق رساندن آن تلاش کنیم؟
بله، این که یک وظیفه است، حتی از باب امر معروف و نهی از منکر. ببینید، یه وقتی یک کسی میاد میخواد پا بذاره جای اون حضرت، میاد میگه من میخوام کل کره زمین رو اصلاح کنم، من میخوام اسلام رو، این جا میذاره، این شأن حضرته، این طاغوته، این بده، این اصلا طاغوته، کسی حق نداره. اما یک کسی میاد میگه من میخوام در خانواده 3-4 نفری خودم اون چه خواست حضرت رو پیاده کنم، این طاغوت نیست، این ولی خداست انشاءالله. یک کسی میاد میگه من فرماندار فلان شهرم، استاندار فلان استانم، امام جمعه فلانم، مثلا حالا یک کسی یه مسئولیتی داره دیگه، حالا این بله، حالا با عنوان یه مقامی که مقامی حالا در کشورهای مختلف مقام، من این رئیس ادارم، نمیدونم این یه عده دهدارم، نمیدونم هرچی، این خوبه، این اصلا در مسیری است که خدای تعالی میخواد، من این عده تحت نفوذ منن، به من محبت دارن، حرف من روشون کارگزاره، خب من میام اینجا اون خواست حضرت رو در حد توانم اجرا میکنم، این خیلی عالی. اما نه، یکی بیاد بگه بله من میخوام عدل رو در کل کره زمین پیاده کنم، اسلام رو در این پا گذاشته جای پای حضرت، این طاغوته و نمیتونه، هم کسی نمی، این شأن حضرت، این شأن امامته و شأن هیچ کسی غیر از این 14 معصوم نیست و طاغوته و نخواهد هم توانست. ان شاء الله که خدای تبارک و تعالی صاحب اصلیمون رو برسونه. کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم، من سوال دیگری هم مطرح بکنم که خودش دو وجهیه و دو تا سواله. سلام علیکم و رحمت الله، با تشکر از برنامه خوبتون، سوالی از محضر استاد رجبیان داشتم. البته حالا من نمیدونم این سوالم با این برنامه سنخیتی داره یا نه. آیا احضار ارواح ممکن است؟ و اگر ممکن هست چگونه این امر حاصل میشه؟ حالا یادمون بدید ما چطور به قول معروف احضار بکنیم. انسان در اثر تهذیب نفس و تقوای پیشه کردن تقوا، بزرگان ما به مقامی رسیدن و میرسه انسان که ارواح و اجنه و ملائکه و اینا میبینه، مرتبطه. میدونی ما اصلا اجنه میان از علماء انسی استفاده میکنن، این یه چیز طبیعیه و در طول تاریخ بزرگانی داریم به اینجا میرسن، احضار نمیکنند اونا، خود این به مقامی میرسه که ارواح مؤمنین میتونن در ارتباط باشن. بله، ملائکه که خادم این چنین، ملائکه خادم شیعیانن، ملائکه برای خدمت، ارواح برای استفاده، اجنه جنها، حالا من دیگه گفتم اجنه، کسی گفت اجنه اشتباهه، حالا منظور این دیگه علم شده برای این جنها، کاری به بحث ادبیاتی نداریم من. این جنها اجنه میان برای استفاده، این یه بحثه. یه وقت از این رمالا هست، اینا نه، اینا علکیه، اینا نهایت شیطانه، اگه کسی هم میره اینها. چون استادی کنیم دقیقه بیشتر فرصت تا پایان برنامه نداریم. بله، این شیطانیه و تجربه ثابت کرده هر کسی این کار کرده اذیتش کردن، چون اذیت میشن با این کار و اذیتشون هم میکنن و شیطان هم شاید بشه گفت احضار شیطانه. این من در خدمتتون. خواهش میکنم، ممنونم، متشکر. البته سوال که فراوون دارم، باز هم سوال دیگری رو بخوام مطرح بکنم قطعا به اون نمیرسیم. تشکر میکنم از حضور حضرت عالی در برنامه سلام کربلا، امیدوارم که صحیح و سالم باشید، عزاداری هاتون قبول باشه و انشالله هر اون چه که مشرف میشید، حرم های مطهر آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل العباس، ما و بینندگانمون انشالله رو از دعای خیرتون فراموش نمیکنید، ما هم انشالله دعا گوتون هست. ممنونیم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز و محترم شبکه های امام حسین علیه السلام، آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، هم کمال تشکر رو دارم از این که هدیه میدید، راه های
دیدن برنامه سلام کربلا رو از شبکه جهانی امام حسین، شماره تماس برنامه، راه‌های ارسال سوال‌ها و راه‌های ارتباطی با این شبکه رو انشاءالله بتونیم بهترین ها رو خدمت شما تقدیم بکنیم و مادامی که در شهر مقدس کربلا هستیم انشاءالله دعاگو و نائب الزیاره همگان باشیم. مشتاق دیدن شما در کربلای معلا. امیدواریم هر حاجت که دارید روا بشه که میدونم مهمترینش فرج مولامون آقا امام زمانه. با آخرین کلام ما اللهم عجل لولی کل فرج. تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا یافت. تو هیئته تو سینه زن شدم، اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان آقا اسممو